ها چیزی بخواستی وگویی؟ ها نه من چیزی نبخوام وگویم نه. تو الان چیزی بخوای وگویی؟ من حرفی ندارم. الان چیزی الان گفتی؟ من گفتم عجب هوای خوبی بید همین. هوا خوب بیده. ها موچه تو برگرزن چیزی بخواستی بگویی ها منم میخواستم به هر راجبه هوا بید هوا بید هوای خوبی بید آه. اینی که الان من بگفتم منم بگفتم خب الان حرفت عوضه دیگه خب ورو دیگه خوشحال و شدیم خوشحال وش شما من اینجا قرار بدارم شما چرا اینجا وایستدی؟ منم اینجا قرار بدارم قرار بدارم با کی قرار نداری اون وقت؟ خب ای به تو ربطی نداره تو اصلا برای چی جای قرار من وایسادی؟ شما جای قرار من و پاوک زاشتی؟ نه ای جای قرار من من با جان نثار جان نثار قرار وزاشتم شما باسه چی با کی قرار وگذاشتی؟ منم با همین چیز این با همه کیانوش قرار دارم خوشحال شدیم دیگه برین خواهش بکنم بریم حالا بیدی حالا دوره هم حالا خوش بگذاری شما حالا ومون حالا ومون سر به ما وزن باز برم من برم و ترسم چیز این جان نثار بیا وقت و یا گم وشه دل نگران وشم جان نثار خیلی خوب جان شما نبخوای وری؟ منم نه میترسم این کیانوش نیست اینجا غریبه میترسم یه وقت گم وشد اینجا آمد اونا من برم کیانوش جان اما خیلی شبیه کیانوش بیدا ها نه بیشتر شبیه جان نثار بید خیلی خوش اومدی دخترم به خونه خودت خیلی خوش اومدی قربونت برم بدونی چند وقت بید با هم سر یه سفره شام نخوردیم خیلی دلم برات تنگ شده بید چرا؟ ماما منم اتفاقا خیلی دلم واسه مام بابای گلم تنگ شده بود لهجه مسخره پیدا کرده منم دلم برای بابا مامانم تنگ نشده اصلا دیگه بزرگ و کوچیکی اپه رفته هیچ کوچیکی احترام بزرگتر خودشو نداره این همه برای زحمت کشیدیم حالا برمیگرده میگه مامانم و بابا شاخشون شاخشونو تحویل بگی بفرمایید جالت نبکشی بابات این همه برای زحمت بکشیدن بگوی مامان بابا شلوغش میکنی شما من چی گفتم بابا اونجا اصلا رسمی جوریه به موابا دیگه نمیگم موابا چیه بابا میگم ماما بابا تو شهر رسمی بله رسم بگویی سر دار کن بله رسم بید شام بسه بس بخور یخ بکنی شام بخور شام سیبه ایشان میگم بابا شما هنه نخود میخوری؟ مگه تو اونجا چی بخوری؟ همه چی غیر نخود خب همه آتا آشغالا رو بخورده اینجوری پوست استخون شده بیدی دیگه چه لاغر شده بیدی از همه بیشتر دماغش لاغر نشده حالا ول کن دیگه دخترم غذا تو بخور از دهن بیافت غذا تو بخور مادر غذا تو بخور اینجوری و گوهم سر قرار نبایی اومدی کجا؟ قرار دیگه کدوم قرار؟ نامه ساعت 5 چنار و چی نگوی واسه خودت تو اما؟ چی بگو این از حوالی نشده بید که اینکه این رفته شد به جرده برزن چی بشده این خاک بچوک چی بگفتی پسر وزاش بره؟ ما چیزی نگفتی با خوش درگیره میدونه که چت بزنه ببین دخترم نظام خیلی بچه خوبیه فقط یه خورده تند مزاجه آره تو بدونی چقدر منتظر بود از شهر ویای درس تمام بشه با هم برین دوتای سر خونه زندگیتون؟ آره
میشه بعدن راجع به این موضوع صحبت کنیم؟ میگم لهجهش خیلی زایستا، میشه در این باره بعدن صحبت کنیم؟ ببخشی شما چی بدونی لهجه شیک دخترمون چه کلاسی داشته بید؟ توی اون نامه کوفتی چه نوشته بودی؟ کدوم نامه؟ همون نامه که برای لیلون فرستادی. نوشتم که اگه میشه لطف کنی ساعت 5 بعد از ظهر تشریف بیاری سر کوچه هم. یعنی کی تشریف بیاره؟ یعنی ایشون تشریف بیارن سر کوچه هم. خب بقیه‌اشو بگو. بقیه‌اش دیگه نوشتم اگه تشریف بیاری قدم رو تخم چشم ما گذاشتی. یعنی رو تخم چشم کی؟ شما رو تخم چشم شما. آیا بقیه‌اش بنا؟ بقیه‌اش خبر مرگ منه. یعنی خبر مرگ کی؟ من. حالا بگی بخواب. بچه را نیامد. خب نمیدونم، شاید به دستش نرسیده. اگه رسیده باشه چه؟ حتما نخونده. اگه خوانده باشه چه؟ خب حتما نشده بیاد، نتونسته بیاد، دوست نداره، از تو خوشش نمیاد. یعنی ممکنه یعنی ممکنه اما خوشش نیاد. آی زهر مار، اینقدر دلم وقت تو رو ببرم میدون شهر دور بازار و چرخونم و ترسم با این سر و ریخ مردم تو رو ببینن چشاشون در ویاد. خب ببرش دیگه خانوم. آره دیگه پاشو بریم، من حسابم سرم و ترسم سردار خان و ترسم با این حرف زدنش مردم چشمون کنن. یعنی چی مگه؟ چه حرف زدنه؟ من خیلی هم دلشون بخواد. آخه اینجا ندید بدید بیدن مادر جون، ندید بدید بیدن حالشون نبید که خارج از بررم اینجوری و گردن اینجوری حرف بزنن، نمیدونن که خودم میبرم دوتایی با هم دیگه یه چرخ تو شهر میزنیم برمیاد. آره بابا این نوا کرده. تو به جای اینکه با دختر چرخ بزنی فکر عروسی این دو نفر باش که زودتر برن سر خونه زندگیشون. خانم اونم به چش. عروسی چی دیدی واسه خودتون؟ شما منو نظام با هم عروسی کنی واسه خودتو همجوری میبرین میدوزین؟ من اصلا با اون بری تفاهم دارم؟ اولینو بگین. ایوا حتما که تفاهم داره. یعنی که چی؟ تمام برره همه ودونن؟ عقد برادرزاده موا خواهرزاده با رو تو آسمونا بابستن. آها یعنی هوا دخترمه پسردایی دیگه. نه این با اون فرق وکوله. چه فرقی وکوله؟ مگه بابا مگه خواهرزاده مادر و برادرزاده پدر نمیشن دخترمه پسردایی؟ این با اون فرق میکنه. اصلا این چیزا که دیگه بابا مهم نیست. مهم اینه که دیگه دور زمان این ازدواج گذشت و رفت تموم شد. ببینم یعنی که چی؟ یعنی که بابا ما اصلا با هم تفاهم نداریم. یعنی که اصلا لول من و نظام به هم نمیخوره. چرا بخوره. چی بخوره؟ من چه میدونم، همینایی که بگویی همه اینها همه با هم بخورن. خیر سرمون فرستادیم شاید درس بخونه، حالا واسه اون حرفای سیاسی داره تحویلمون میداده. فرما بابا حرف سیاسی کدومه؟ من مگه چی گفتم؟ میگم باید ببینم با این نظام میتونم حرف مشترک بزنم یا نه. اصلا ببین بابا این خیلی مسئله مهم. شما ببخشید به بود چی میگفتی؟ بید میگفتیم. آه این خیلی مهم بید. خب حالا ببخشید شما باید چجوری با فهمین اینو؟ ما باید با هم حرف بزنیم. خاک بچوق حرف بزنید. صاحب کو خانم اصلا این پنبره از گوش در بیار. شما ببین با نظام دوبار میاد خواستگاری، دوبار کتک میخوره، بعدم دستتو میگیره برمیداره میبره تا آخر عمرتون وقت دارین هی با هم یه حرف بزنین. همین منم گفته باشم من اینجوری ازدواج بکن نیستم. ما تو شهر که بودیم همه قبل از عروسی با هم حرف میزدن، طبیعی هم ها. حالا نوبت من بید. شاخش چیم شد و گوه دیده چی جوری باد بزنش و گیری دستش؟ سلام. شما الان صحبتتو بکن. من نوتانم. نوتونی چیه؟ خیلی با خونسردی بگو. من لیلون رو دوست دارم، میخوام باهاش ازدواج کنم، بریم خواستگاریش.
کیانوش ببینین یه مراسم براره ای بید خب پشتر یکی حرف در بکنیم بعد یه نخوچی بندازیم بالا میبینم که موجی از صفا و صمیمیت در جمع کوچیکتون وجود داره خب چیه یه بار دیگه ببخشید حرف مفس خود در ونکن ما یه مراسم داشته بیدیم مراسم هست خب چی هست ماهیت مراسم چیه ها گوش کن کیانوش این یه مراسم براره ای بید پشتر یکی حرف در بکنیم بعد یه نخوچی بندازیم بالا شرمندتونم اصلا این رقمشو نیستم کار بسیار ضد اخلاقی هست حالا میشه یه بار امتحانش کنم حالا نوبت من بید حالا نوبت من بودید بعد دیدین که بغوری چجوری از خودش حرف در بکنه حالا یه ربایی از خودم در بکنه بله حالا نوبت تو بید تو حرف بزن آه اتفاقا شیفهات با تون کلی صحبت دارم بگو من چیزه من میخواستم راجبه ای راجبه لیلون یه چیزی بگو آه لیلون اول من بگو بعدی دیگه در موقعش دو قدم جلوتر از خودش بره تازه ادعا بکنه که رفته شهر تحصیل کرده و شده خیلی بد بود که آدم هم بالا براره ای باشه هم دماغش اینقدر باشه خب کیانوش نوبت تو بید بگو من؟ در مورد چی؟ در مورد لیلو یه چیزی بگو دیگه من در مورد من غلطی بگونم نه خیلی خانم خوبی بیدم جیگه چی خوب یاد برگرفتی افعال معکوس از خودت در برکنی با چقدر داری بهمون خوشبختره خب حالا تو بگو من میخواستم بگویم که از لیلون بدم بیاد یه چیزی رو توجه نکردی؟ فعل معکوس به کار بردنشون خب وگو چی رو؟ همون احساساتی که تو سالیان ساقلومه برشه روی قلبتون رو وگو احساسات دارم واقعا به نکته خوبی اشاره کردی ببین نظام اتفاقا الان اومدم اینجا که راجع به احساساتمون با هم دیگه حرف بزنیم خب ببین نگاه کن آدم ها باید دلایل کافی برای ازدواج با هم داشته باشن خب من از تو میخواستم بپرسم که واقعا با هم صحبت کنیم ببینیم دلیلمون برای ازدواج با هم چیه ها؟ مثل که نمیفهمی نه؟ نه ببین نظام دلیل شما برای ازدواج با من چیه؟ این بید که خواهرزاده بوهای آدم با برادرزاده موهای آدم عقدشون تو آسمونا ببستن یعنی همون دخترم پسر دایی دیگه نه فرق وکوله اون نه دیگه ببی فرق وکوله فرق وکوله تو خیلی پسر خوب و فهمیده هستی اینجا گوش کن من چی میگم ببین من اصلا دوست ندارم یعنی اصلا از این تیپ آدما نیستم که حالا چون دخترم یکی ام یا مثلا خواهرزاده بوای یکی ام حالا بیام مثلا یه ازدواجی بکنم خب من فقط میخوام تو زندگیم یک زندگی عشقولانه داشته باشم یعنی خیلی برام مهمه عشقولانه ازدواج بکنم قربون آدم چیز فهم ببین زندگی عشق یعنی یه احساس عشقولانه بین دو نفر وجود داشته باشه وجود داشته باشه بله بعد این چیه این یه حس دو طرف است دو طرف بید پس با من موافقی درباره چی موافقی درباره زندگی عشقولانه که باید با هم داشته باشیم نبدونی ببین نگاه کن یه عده فامیل با تصمیم گرفتن که من و تو حالا چون دختر و عمه بوا فلان اینهایی با هم ازدواج بکنیم اوکی؟ اوکیش مهم نبید هر وقت اون وگویی کیه من چی وگویم این مردم بوی گونه از این چت بی من این وگویم چت نبید
بدونم فکر بکنم از من خوشش بیومده. قربونت بریم، قربونت بریم. تو فکر کرده بیدی دختر برای من کم بی؟ کیه یه همچین حرفی زده؟ توی برره رو هر دختری دست وزارم با سر تقدیمش بکنم. از خداشونه. بله. مهریه و شیربها هم به هم بدن. بله اونم شیر خرس که یکی میرن شکار 12 نفر هندل میکنن بدوشنش. زحمت داره. این دختره فکر کرده کی بیده؟ بله. ها؟ کی بود؟ کی؟ کی؟ همین لیلونو بگو. آها. همین دختره لیلونو بگو. بله بله. فکر کرده کی بیده؟ که از من خوشش نمیاد. این فکر کرده کیه که من به خاطرش موامو بوامو آزرده بکنه. بله بله. این دختره فکر کرده کیه که من به خاطرش پاشم برم بالا برره. بله قربون آدم چیست فهم. از روز اول همین مسائل رو داشتم خدمتت میگفتم شیرفرا جان، تو متوجه نبودی کدوم مسائل. همین که اصلا این دختره کیس شما نیستش. خانوادش که در رپیتن، خودش هم چه قیافه درست حسابی نداره. ببین دماغش اینو بوکسوراست، زیر چونش باید یه دارست زن نیاد پایین، صورتش گرده، اینا همه اصلا مهم نیست. اینا همه اینا اصلا چه ربطی داره؟ این اخلاقش خوبه، تو به خاطر اخلاقشه که الان علاقه من شدی. یه دفعه دیگه راجب لیلون چرت و پرت بگویی، او عینکت هم میکنم تو دماغت. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خیلی خوبه. از این لحظه دیگه لیلون برای ما تمام شد، مرد گور به گور و شد. بله خلاص. بسیار عالی. بسیار عالی. بله بسیار. لیدی گور به گور بودن. شیر فرهاد چه خوشکت زد دوباره. و چرا خوش میشی اینو میبینی؟ من نمیفهمم. ای شیر فرهاد. لیلون سحرناز. اون دماغ درازت کوها. اون ابروها پاچه بزی تو کو. عوض شدی تو. تو هم خیلی عوض و شدی. چجوری شدی؟ چجوره بچو که بایگولنس شد. هر جوری بچو که بایگولنس. چطور تو؟ خوبیدم. وای هنو یادتی تو؟ معلوم بید که یادم بید. اینو اون موقعی بساختیم که رفتیم در حمام و قفه کردیم رو مردم سه روز تو حمام و موندن. آره سحر ناز یادت تو میخواستی با تیرکم از این تیر آتیشی ها درست کنی بندازی وسط بازار و من نذاشتم. یادم بید بازی های شیرین دوران کودکی. آره خدا خیلی خوب بید اون موقع. خوب بود اون موقع نه؟ ببین میگم که شندم تو شوهر کردی ها؟ آره طرف شهری بید؟ ها نه تهرانی بید. ناکس تهرانی بید. خب ببین میگم شیر فرهاد چی؟ شیر فرهاد هنوز شوهر نکرده. تو چه؟ من نه بابا من شوهر بکن نیستم که. ببین میدونی چی اصلا یه گیر تو خونه بهم دادن که بیا با این نظام کج و کله ازدواج کن. ولی من که اصلا از اون خوشم نمیاد. میدونی خیلی در پیته اصلا این چیزا که یه چیزای مهمه دیگه. کلاسش اصلا به من نبخوره. میدونی کلاسش نبخوره که نبخوره. عقد خواهرزاده بوهای آدم و بردرزاده موهای آدم تو آسمونا بستن. یعنی دختر دایی پسرمه؟ یا پسرمه دختر ها؟ همین. همین. خب فرق نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ ببین تو خیلی چیزا برات مهمی ولی من نکه تحصیل کردم. یه چیزای خیلی برام اهمیه. ببین اصلا یه جوریه نظام. یه که ببین اصلا من یه شعاری تو زندگیم دارم، این امروز فردا و همیشه زندگی اشغولانه. که من دختر دست گلمو بهش بدم. حرفو بزنی ولی سر زندگیش خوب بشه. لیلون کجا من رفته اون وقت؟ رفته خونه این دختره سحرناز. بی خود وکره با اجازه کی من رفته اونجا؟ من اصلا خوش نمد دارم زنم وره پایین پایین بره وگرده ها. اول به بنده بگو باز دو مرتبه چه کوفته کاری زهرمار کردی که حال بیجوری شده. اولنش هر وقت شوهرش شدی قار رو قور بکن. فعلا دختر بنده است، اختیارش هم دست بنده است. شما حرف نزن. چیکارش داری سر به سرش بذاری؟ الان بر برگردی. الان بر برگردی. سیمه
بده من خورم این پرتقالا رو بزن از اونجا سیب بده. میگم چرا انرژی خونه تو مثبت میده؟ مثبت بود. هم حالا چرا اینقدر داری زود بری؟ آخه سهناز دیگه برم خونه میدونی که شهر بشه دیگه. آره بعد برم. ببین رو بعدم ببینم. نوبت توه ها دیگه میدم. باید بیا. به شوهرت هم سلام منو برسون. خب سلام برسون. خدا سلام حال شما چطوره شیر فرهاد؟ حالتون خوبه؟ یه دفعه اومدی ترسیدم. به به لیلون خانوم منزل ما رو منور کردی. خواهش میکنم. قدم ما شور بود. اختیار داره. خواهش میکنم. خواهش میکنم. میرسیم خدمت شما. چی شد مثل که شیر فرهاد تو زیاد از من خوشش نمیاد نه؟ آه نه این اینجوری از هیچ کس خوشش نمیاد. الان چه کار بکنم؟ خب برو باهاش حرف بزن. من نبتونم. من وقتی میبینمش نوتانم زبانم وم وم بیاد. بابا تو یه مردی قوی محکم برو جلو حرف دلتو بزن. گوش بگیر. نخ ندم. نه نخ نه دست درد نکنه. نخ نمیخواد دیگه بدی. برو باش حرف بزن. خیلی این مرد قشنگ سینه‌ست. حلکن برو جلو بگو که من میخوام که با شما ازدواج بکنم. برم بگم ها. آره الان بگو. سلام برسن. نه تشریف داشتید حالا خوش بشم نتونم به به خانوم گلم ببند اون دهانت چرا؟ الان چرا؟ تا چشمت به دختر شهری و افتاد زبان باز و کردی ها؟ به به لیلون خانوم خونه ما رو منور کردین من اون زبانت از حلقومت بکشم بیرون حالا متوجه شدم اصلا سوژه من نیستم بی خود به شیر فرهاد اشاره نبکن بابا شما چرا متوجه نیستین؟ سوژه من نیستم چرا چشم و چالتو چپ و چوله بکنی؟ عقبیتون عاشق لیلون خانوم شدن چه با گفتی؟ شیر فرهاد عاشق لیلون شده بی ببندون نیشه ته دروغ و خواهی و گویی یه دروغی و گو که آدم باور بکنه اصلا میتونی از خودشون بپرسیم به من چه؟ عاشق لیلونه خاک تو سر شده عاشق و شده الان در دستگاه بالا برره گوشه لیلون رو اجرا کردن متوجه شدین؟ خاک و چوک بدبخت و شدیم چرا بدبخت شدیم؟ یک نفر عاشق یک نفر دیگه شده میخوان ازدواج کنن؟ تو نبدانی یه پایین برره یه وقتی با یه بالا برره یه ازدواج بکنه هر دو رو وای گولنشت دقت خودتا دروه کرده بودین که این لحجش چقدر قشنگ بیده به من و گفت سلام شیر فرهاد حالت خوبه؟ نه این فهمم مرد حسابی منم که دارم همین جوری حرف میزنم لحجه من مسخره میکنی حالا مال اون دقت در نبه کرد قشنگ بید تو خودتا با او مقایسه میکنی آخه او لحجش آهنگین بید با گوش آدم ساز وزنه بله خواهرزاده راخمانینوف هستن ایشون بله عاشق و بوبا یا 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 یکر و چوک بده اینقدر منتظر چنین روزی بیدارم بالاخره دخترم عروس باشم نمیدونی من چقدر خوشحال میدم با
بعدم داماد خوبی گیرتان آمده بود جیگر. این که دامادم نیست، این پسرمه جیگر. کلودیوس گیوس، اینجا چه خبر است؟ عروسی است قربانت کردم. هم اکنون فرمان می دهم همه چیز را متوقف کنند. احترام بگذارید، اسکندر کبیر وارد شده است. ببخشید، من به جا نیاوردم، شما را کی دعوت کرده؟ ما بدون دعوت همه جا می رویم. اینجا چه می کنید؟ عروسی بگیریم. عروسی؟ مگر اینجا فلشبک داستان چال اسکندرون نیست؟ نه، اینجا خواب منه، این خواب من بیده. شرمنده، مثل اینکه ما اشتباه اومده بودیم. بله بله، بنوازید، ببخشید. زایه شده این قربان. اشتباهی آمده بودم، بزن. داماد داره پیش عروس بشینه. نظام عروسی کرده. مبارکشون باشه، پاتختیشون کادو میفرستی. الان یه نامه دیگه باید براش بنویسیم. صبح راجع بهش صحبت میکنی؟ خب همه الان باید بنویسیم. بلم کنید، همه الان باید نامه رو بنویسیم. نمیخوام. همه الان باید به من چه نامه رو بنویسیم. همه الان روم سیاه لیلون، نبخواستم ناراحتت و کنم. میگم چه خطی داره این نامه، میدونی خط نشون شخصیت بید؟ آره؟ من هرچه بهش و گفتم این عشق خون و خون ریزی راه و اندازه به گوشش نبرم. چه قنای ادبی داره این نامه، کفه کردم. میگم ببین، من فکر میکردم فقط من از شیر فرهاد خوشم میاد. منم فکر نبه کردم که، و گفتی تو هم از شیر فرهاد خوشت میاد. میدونی زهناز، من فکر میکنم که شیر فرهاد همون مرد رویاهای منه که میخواد منو به سرزمین آرزوها ببره. ببین من میگم که تو چیکار کنیم؟ من تو جواب نامش چی بنویسم؟ آبروم نره. گوش بکن، اگر وفه من هر دوتانه بوی بلنش. نه ببین، نگاه کن، یه چند تا شعر قلومه سلومه از این شعرها جدید پیدا هم کف کنه، فکر کنه لیلون چه مخیه. ها تو تاریخ برره سابقه نو داشته که یه پایین برره با یه بالا برره ازدواج بکنه، حالیت نشد؟ ببین سهرناز، یه چند تا از این جملات کوچولو موچولو هر کی فکر میکنه آدم خیلی میفهمه از اونم غلطی میگی به من. خب به درک، من از خدا هم بیت که نوه سردار خان پایین برره ای بشه، اینجوری نسلتانم منقرض بشه. یعنی میشه یعنی تو واقعا بخوای با شیر فرهاد ازدواج بکنی؟ ها نه ببین سهرناز، خودت بگو، یعنی میشه با کسی که این نامه رو نمیشه ازدواج نکرد میشه؟ هی من بخوام هیچی نوگوام، این نامه را شوهر من و نوشته. وای، امروز بهترین روز زندگی منه، آغاز روزهای عشقولانه. این جواب نامه لیلونه به شیر فرهاد. خب بدین من بخونم. تو لازم نوکرده نامه دختر مردم رو بخونی، بده به خودش. خودتون بخونه. بله خودتون بخونه. نوشته که بله، اب جسارتن این بری اگر بگیرید. این نوشته که این مد در این مالا استراب دارم، نوتانم بخوام. بچه رو چه انتظاری داری تو؟ اجازه بدید چه خط افتضاحی هم دارم. بله نوشتن که و آنگاه که کبوتر عشق در آسمان زندگی بال می گشاید. وقت یعنی چه؟ یعنی این که و آنگاه که کبوتر عشق در آسمان زندگی بال می گشاید. خب بعد نوشتن درمان خال و زگیل و سالک، آتش سوزی در
انبار قله اطراف تهران جان دو نفر را گرفت. ها اون یعنی چه؟ خب این از یک صنعت ادبی استفاده کرده، میگه مثل قله تو آتیشم برات داره میسوزه از عشق تو، فکر میکنم یه همچین چیزایی باشه. بله و احیانا لیلون خانم داشتن مینوشن این نامه رو، روزنامه زیر دستشون نبوده؟ ها چرا بیت؟ تو از کجا بدانی ها؟ خب نم همینجوری یه حدسایی میشه تو زندگی زد. بله تو بی خود وکنی واسه این دختر از خودت حس سر وکنی. ای بابا چه حالا ولش وکن، بذار به خانه ببینم چه خاکی باید به سرم بریزم. وکن خب دیگه یه سری از همین چیزا نوشتن در ادامهش، بعد آخر سر نوشتن نمکدان بی نمک شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد. ها یعنی چه؟ آها یعنی نوشتن که اینجا گفتن که منم ایشونو دوست دارم، این نمک تو نمکدون طاقت شوری ندارم، چی دوری ندارم. بی خودی از خودت خوشحالی در نبکن، بوها و فهمه خودشو بکشه معمدق بکنه و میره. ها نه من اونا را راضی بکنم، من راضی شم. بله. اونا را راضی بکنی، بالا بر ریا رو چه بکنی ها؟ اونا وی گوله هست که لیلو مال نظام بیده. ها غلط و کرده نظام، غلط و ما با لیلون ازدواج بکنم، یعنی خلاص من اسیر همین اخلاقشم. من بترسم که اینا شبانه وریزن سر تو این کیانوشو بیخ تا بیخ ببرن. ببخشید منو برای چی؟ ها برای که تو هم شریک جرم محسوب بشی. ببین تو این جور مواقع هر چی جنتلمن تر باشی بیشتر جواب میده. خب یعنی چی؟ یعنی این که ببین تو مرتب باشی، منظم باشی، لباس خوب بپوشی، بوی خوب بدی، یه دسته گل زیبا بخری براش، جملات زیبا بگی. یعنی چجور مثلا؟ آها مثلا بگی که من با شما ازدواج میکنم چون از ته قلبم شما رو دوست دارم. ما از این قروغم بیلبازی ها خوشم نویاد، یه کار دیگه بکنم، سر نظامم میبرم براش میبرم. آها سر نظام میبری ببری چی بشه؟ ها که بدونه که چقدر دوستش دارم و در عشقم ثابت قدم بیدم. آها من با این موافق میدم، این خیلی خوب بید. آه این خوب بید، سر نظام ببره ببره بده به اون واسه اینکه نشون بده عاشقشه. خب اگه این کارو بکنه میبرنش حبس، با کی ازدواج بکنه سرناز خانم؟ این باید با جملاتش با رفتارش نشون بده عاشق لیلونه. آخ من نفهم با خنجر کی از خودش عشق نشون داده؟ آه بس شیر فرهاد یه فکری برا بهش بگو که من ازت متنفر بیدم و خوام سر به تنت نباشه. ای خوب برا که ایجور موقع ها افعال معکوس خوب جواب بده. اومدیم و مفاهیم افعال معکوس رو فراموش کرده باشه، به جای اینکه زنت بشه میده با چوب بزننت. خب بس چیکار بکنم؟ ببین شیر فرهاد، چون تو با یک خانوم تحصیل کرده ای که رفته شهر باسواد شده برگشت طرفی، باید خلق و خوی برره‌ایت رو بذاری کنار. میفهمین چی میگن؟ نه. خب باید شهری بشی، خلاص. خب یعنی چه جور مثلا، چه کار بکنی؟ حالا خب من آماده بیدم، چی کار باید بکنم؟ اصالت شهری پیدا کردن یه مراحلی داره که شما اون مراحل رو پله پله باید بری. خب چی کار باید بکنم؟ ای چیه؟ بزن به چشت. هلا برو. آج آسان بی تمام بشد من رفتم. شیر فرهاد چی داری میگی واسه خودت؟ چی آسان بی؟ باید بری شهر. چی و گفتی؟ باید بری سه ماه تو شهر زندگی کنی، اگه طاقت آوردی برگشتی اون وقت حسابه. ها من نبتونم برم شهر، من موابوامو اینجا نبتونم تنها بگذارم، بعد تازه فردا مگه قرار ندارم؟ خب قرار دارم، خب من نبتونم برم. ببینم تو میخوای اصالت شهری پیدا کنی به طوری که مهرت به دل لیلون بشینه یا نه؟ دیگه وخا و اما و اگر و اینا نداره. یا باید این کارو بکنی یا خوشکه حساب کنی. چی و گفتی؟ گفتم باید بری شهر. نه او دومیه الان چی و گفتی؟ یا خوشکه حساب بکنی.
ای که همان مراسم برره‌ای شدن بیدیم. نه نه نه، به طور کلی نیست. زاویه دستم فرق میکنه و مراسم کاملا فرق میکنه. چقدر بشه؟ 40 تومن. 40 تومن؟ همچین میگه 40 تومن. تو میدونی خرج چقدر توی شهر سنگینه؟ این بچه ها خرج دارن؟ اونجا هزینه ها بالاست. بگیر. حالا 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 تمام بشد. خیلی یه چند تا مرحله کوچیک دیگه هم مونده. چیه؟ یک اینه که تو باید یک غزل به زبان فارسی بگی. دو، کتاب کلیل دمنه که خیلی کتاب مفیدی هست رو حفظ کنی. سه، دوره کامل ویلدورانت رو بتونی چشم‌بسته بخونی. 4، تا نزدیکترین آبادی بتونی روی دستت راه بری. اینا سر جمع چقدر بشد؟ آها، اجازه بده ببینیم. یه دونه غزل داشتیم اونجا 30 تومن، کل دمنه 40، ویلدورانت 102 تومن میشه، چون آشنایی 100 تومن بده تو. ولی به جان خودم یه همان مراسم برره‌ای شدن بیدیم. بهت میگم زاویه دستم فرق میکنه. حالا اشکال نداشت، حالا اشکال نداشت. بله بله. او وقت من، یعنی او طرف، یعنی لیلون از کجا و فهمه که من اصالت شهری پیدا کردم؟ آها، به محض اینکه تو الان این پولو به من پرداخت کنی، من حالا حالای آخر رو بگم. تو چشمتو میبندی، چشمتو که باز میکنی یک برق اصالتی تو چشمات میزنه. لیلون از 40 کیلومتری میگیره اصالتتو. 100 تومن و گفتی؟ بله. و یا این گوشه نداره عوضشون. هلا 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 هلا. چشمتو ببند، باز کن. برق اصالت تو چشاش. آماده ای؟ تکرار کن اونایی که بهت گفتم. و گوهم که اول سلام میکنه به من، بعد من جواب، بعد این دست گلم میدم بهش، بعد از خودم احساسات در بکنم. خب بعدش آخر سر؟ بعد آخر تقاضای ازدواج بکنم. این اینو نباید یادت بره. خوشکت نمیزنه، هول نمی کنی. تو الان یک پایین برره‌ایه با اصالت شهری هستی. اومدم برفتم. تو کجا میای؟ بشین، من از اونجا هوا تو دارم. سلام شیر فرهاد، حالتون خوبه؟ سلام، خوب بیدین؟ خیلی ممنون. شما خوب بیدین؟ شما خوب بیدین؟ بله. این بچه کی بیده؟ بچه مردم. بچه مردم. بله. تو نبخوای بری بازی بکنی؟ نه نبخوام. نبخوای بفرما. بله بفرما. دست شما در نکنه. اینم برای بچه بذار. خب بله. خب شما نمیخوای اون گلو به من بدی؟ نه زحمت بشه، خودم نگه میدارم. بله. بگویم. بله بله. چیزا، یعنی بگویم که انار. 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 خب زودتر بگی. من میگم شما معتقدین که انار نماد عشقه؟ تو برادر زیاد بید. چی عشقولانه، چی عشق زیاد بید؟ نه می انار، باغ انار اینجا زیاد بید. خب بگویم تو قاقالیلی نبخوای؟ خوبه. بخوای. بخوای. ها یا بگیر برو واسه خودت قاقالیلی بخیر. خب چرا نمیری؟ من پولامو جمع بکنم، میخوام برم زمین بخرم. بله. خب شما نمیخواین چیزی به من بگی؟ من نه نه. هیچی؟ نه. نه. خیلی خب باشه اگه. ببین فقط من منظوری ندارم، فقط داشتم اینجا قدم میزدم، گفتم بیام به شما بگم که مامان بابای من خیلی اصرار دارن که من دیگه زودتر ازدواج کنم. میدونی میگه اگر دیر بجنبی دیگه کم کم ترشیده میشی دیگه. خب
خب راست بگو دیگه، الانم یه کمی ترشیده و شدین. حالا اصلا مسئله این نیست که اصلا ترشیده که من اصلا مهم نیست، چون من دختر تحصیل کرده یا اهمیتی نداره که. فقط میدونی چیه؟ میگن که اگر تو نخوای عروسی بکنی باید با نظام عروسی بکنی. خب نظامم مبارک باشه، نظامم پسر بدی نبید. نظام پسر بدی نبید؟ نه یعنی که من بخوام سر به تنش نباشن. خب حالا ببینید شیر فرهاد، تو این وضعیت خانوادگی که برای من الان پیش اومده، میدونید فقط مهمیه که یکی بیاد منو از این وضعیت فلاکتبار نجات بده. من خیلی الان گرفتارم. خب یکی میاد. کی یعنی؟ یعنی کی؟ یعنی یکی بیاد که من عاشقش باشم و یا عاشق من باشه. خب زودتر بیاد که اگه البته منو دوست داره زودتر قال قضیه رو بکنه، با مامان بابا صحبت بکنه که منو از شر نشه برره نجات بده. بله خوبه. خب کی بیاد؟ کی بیاد؟ اینجا خنگ بده. خاک بر سرت. با منی؟ نه. پشت بریم. کجا؟ نه چیز بکنید. بگویم که کجا؟ کجا نداره. ما داشتیم قدم میزنیم، شما جلوی ما رو برگرفتی. خیلی خوب. شما نمیخوای هیچی بگی؟ هیچی؟ من نه. خوشحال شدم خیلی. پشت بریم. کجا؟ حرفی نداری بزنی؟ به ما و با سلام برسون. همین؟ چایی بخورین. چایی میگن بخورین. پاشو بریم بابا، نخواستیم. پاشو بریم. الکی جلوی ما رو بگیره. خاک بر سر چرمنگت. رفت؟ این نشد. ای الان نشد. من دارم میترک. من بالاخره تو رو اول گیرم. ها.